محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. به نظر میرسه که فشارها بر دولت نتانیاهو افزایش پیدا کرده بعد از انحلال کابینه جنگ. حالا افکار عمومی هم دولتش رو تحت فشار قرار داده. به نظرتون چقدر میتونه دوام بیاره و مقاومت بکنه از در برابر این فشارها؟ درود به شما مخاطبین برنامه. درست میگید، هزاران نفر در خیابان‌های اورشلیم و تل آویو تظاهرات میکنند. دو عضو کابینه، دو عضو مهم کابینه، آقای بنی گانتس و آقای گادی آیزنکاد از کابینه جنگ کناره‌گیری کردند و حتی ارتش اسرائیل هم به حرفای نتانیاهو خیلی گوش نمیکنه. یعنی اعلام اون توقف در عملیات در ساعت‌های خاصی در روز رو برخلاف میل آقای نتانیاهو انجام میده. از طرف سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل اسرائیل در لیست شرم قرار گرفته و فشارهای زیادی روی دولت آقای نتانیاهو و آمریکا و کشورهای دیگه هم فشار میارن. مضاف بر این که از طرف حزب الله و حوثی‌های یمن هم در واقع تحت حمله است اسرائیل. و در این فضا من فکر می‌کنم که همچنان آقای نتانیاهو شانس سرپا نگه داشتن دولتش رو داره، به شرطی که بتونه همراهی دو عضو کابینش که 14 کرسی رو این دو عضو با خودشون در کنستی که 120 کرسی داره با خودشون آوردن. مجموعا آقای نتانیاهو الان با کمک این دو نفر 64 کرسی رو داره که میتونه بنابراین دولت رو ادامه بده. اگر که بتونه همچنان همراهی آقای بنگویر و اسموتریچ رو با دولت داشته باشه، این به این مفهومه که میتونه تاب‌آوری کنه تا زمان انتخابات. و اگر که این دو حزب به دلیلی مثلا به دلیل آتش بس دائم با حماس از دولت کناره بگیرن، این به این مفهومه که دولت سقوط میکنه و این به یک جهت بسیار مهمه برای اینکه احتمال زیاد آقای نتانیاهو دادگاهی میشه. اما نتانیاهو یک اشتراک دیگه هم با این دو نفر داره و اون همینه که حزب لیکود مخالف راهکار دو دولتیه، مثل احزابی که این دو نفر درش عضو هستن، و همچنین معتقد به ضمیمه کردن کرانه باختریه و این اشتراکات مرامی و ایدئولوژیک باعث میشه که این دو نفر همچنان همراه آقای نتانیاهو باقی بمونند. و مذاکرات آتش بس هم به نظر دچار وقفه طولانی شده. حتی طرح مورد نظر جو بایدن هم تا به الان به نتیجه نرسیده. به نظرتون آیا امید به آتش بس در کوتاه مدت از دست رفته؟ من فکر میکنم از ابتدا هم امیدی وجود نداشت. یعنی که این طرح آقای بایدن هم خیلی شبیه شش طرحی بوده که در گذشته مطرح شده و چون یک خواسته ای که بین حماس و اسرائیل سرش اختلاف عمیق وجود داره رو نمیتونست برآورد کنه، بنابراین شانسی برای موفقیت نداشت. و اون خواسته هم اینه که حماس میخواد که ارتش اسرائیل کلا غزه رو تخلیه کنه و آتش بس دائم اعلام بشه تا بپذیره که گروگان‌ها رو برگردونه، و این چیزی نیست که ارتش اسرائیل و آقای نتانیاهو به هیچ عنوان بپذیرن. به محض اینکه ارتش اسرائیل غزه رو ترک کنه، بر اساس مستنداتی که وجود داره، مثلا الان حماس میتونه همچنان در شمال اسرائیل و در مرکز اسرائیل عملیات در مرکز غزه و شمال غزه عملیات انجام بده. به محض اینکه ارتش اسرائیل غزه رو ترک کنه، حماس میتونه همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی باشه و به اسرائیل دوباره راکت پناهگری کنه. بنابراین آقای نتانیاهو نمیپذیره که در این مرحله ارتش غزه رو ترک کنه. یک تاریخ برای گفته شده و اون تاریخ هم گفتن که احتمالا تا پایان سال عملیات محدود انجام بشه. من فکر میکنم که تا پایان سال هم احتمالا شانس زیادی برای یک آتش بس دائم وجود نخواهد داشت. متشکرم از توضیحات شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر.